داستان‌های کوتاه معاصر ایران تنظیم و اجرا فرح ربیعی داستان این هفته به کی سلام بکنم؟ نوشته سیمین دانشور واقعا چی مونده که بهش سلام بکنم؟ خانم مدیر مرده، حاج اسماعیل گم شده، یکی دونه دخترم نصیب گرگ بیابون شده، گربه مرد، انبر افتاد روی عنکبوت، عنکبوتم مرد و حالا چه برفی گرفته؟ هر وقت برف میباره دلم همچین میگیره که میخوام سرمو بکوبم به دیوار. دکتر بیمه گفت هر وقت دلت گرفت بزن برو بیرون. گفت هر وقت دلت تنگ شد و کسی نداشتی که درد دل بکنی بلند بلند با خودت حرف بزن، یعنی خود آدم بشه عروسک سنگ صبور خودش. گفت برو تو صحرا و داد بزن، به هر کی دلت خواست فوش بده. چه برفی میاد! اول تو هم میلولید و پخش میشد، حالا ریز ریز میباره و اینطور که میباره معلومه که به این زودیا ول نمیکنه. از اول چله بزرگ همینطور باریده. و برف‌های قبلی روی زمین یخ بسته بود و مردم برف پشت بومشون رو غیر از تو کوچه پس کوچه کجا بریزن؟ آمد و رفت کار پهلوان‌ها و جوان‌های ورزشکار و بچه‌های بی‌کله بود که مدرسه‌شان را تعطیل کرده بودند. اگه نمی‌بارید که گرانی بی سر صدا بود و قحطی می‌شد و حرف از زیربندی آب و برق می‌زدند، و اگر میبارید که زندگی و مدرسه ها تعطیل میشد. دیشب برق خیابان علایی خاموش شد و کوکب سلطان همانطور زیر کرسی نشسته بود و به تاریکی خیره شده بود. دلش شور افتاد، همچین شور افتاد که انگار تو دلش رخ میشستن. فکر کرد اگر از اتاق و از تاریکی بیرون نیاد دیوونه میشه. پاشد کورمار کورمار اومد پایین و در سرما و تاریکی رفت دم در خانه ایستاد. سوز می آمد و بچه همسایه گریه می کرد. پریشب لوله آبشان ترکیده بود. سه روز می شد که آشغالی خاکروبهشان را نبرده بود. کوکب سلطان کارمند بازنشسته وزارت آموزش و پرورش خاکروبه چندانی نداشت که کسی ببره. ترکیدن لوله آب هم به اساس او صدمه ای نرسان. اتاق او در طبقه بالا و در همسایگی آقای پنیرپور بود که دو تا اتاق بزرگ و آشپزخانه و مسترا در اختیارش بود و سه تا دختر دمبخ و یک زن لندهور داشت. در همسایگی لقبش داده بودن آقای پنیرپور، چون که سر خیابون جاله لبنیات میفروخت و به هیچ کس نسیه نمیداد، حتی به شما، و اسم اصلیش آقای شریعت پوریزدانی بود. کوکب سلطان برای وضو و غذای حاجت میرفت پایین، آب هم از شیر آشپزخانه پایین برمیداشت. آشپزی چندانی هم نداشت، با این دندانی که مرتب میزد و لثه و زبانش را زخم کرده بود. اتاقش هم یک کف دست اتاق بیشتر نبود، اساسی هم نداشت، دار و ندارش رو جهیزه کرده بود و به خانه دومادش فرستاده بود. کوکب سلطان از زیر کرسی پاشود و به تماشای برف پشت پنجره ایستاد. به همون زودی پشت بام ها سفید سفید شده بود
و روی کاج خانه همسایه برف نشسته بود. آویزه‌های یخ که از شیروانی مقابل آویخته بود، دیروز هم بود، پریروز هم بود، از اول هم قوس بود. خیلی دلش تنگ بود. از دیشب تا حالا از خیال حاج اسماعیل بیرون نرفته بود. چه عشقی با هم میکردیم، حیف که زود گذشت. تا به سون خانم مدیر میرفت اوین، حاج اسماعیل حمام سر خانه را گرم میکرد، میبردم حمام و پاک پاک میشستم. لیفم میزد، قلقلکم میکرد، قشقش میخندیدیم، قربون صدقه هم میرفتیم، برای هم قول و غزل میخوندیم و حالا سوزنی باید تا از پای درآورد خاری. روی تخت خانم مدیر وسط حیات قالیچه می انداختیم و می نشستیم و پا به پای هم تریاک می کشیدیم. عرق مزه مزه می کردیم تا لول لول می شدیم. می گرفتیم تو پشه بند خانم مدیر، لخت لخت تو بغل هم می خوابیدیم. سواد یادم داده بود، براش امیرالسلام می خوندم. 5 بار امیرالسلام خوندیم، 3 بار شمس قهقهه، 2 بار بوسه عذرا. خانم مدیر یک عالمه کتاب داشت، بر می داشتیم بعد سر جاش می زاشتیم. حاج اسماعیل فراش مدرسه بود و من تو خونه خدمت خانم مدیر رو می کردم. بند خدا کاری نداشت، انار دانه می کردم، ساعت 10 می بردم مدرسه. وقتی انار نبود شربت می بردم، نهار می پختم، شبا شام نمی خورد، یه لیوان شیر می خورد و می خوابید. خدایا هر فندی تو این شهر بود زدیم. چقدر تماشاخانه و سینما رفتیم، فیلم دزد بغداد، هنسای عرب، اسرار نیویورک، آرشین مالالان رو 4 بار 5 بار دیدیم. پولمون برکت داشت، خانم مدیر به من مواجب میداد و حاج اسماعیل از وزارتخانه حقوق میگرفت. دکتر بیمه خودش گفت با خودت حرف بزن، هرچی خوشحالت میکنه یا قصه دارت کرده بریز بیرون، تو دلت نگه ندار. رفتیم کربلا، توبه کردیم، از امام حسین اولاد خواستیم، خدا ربابه رو به ما داد. سال بعدش بود که حاج اسماعیل صبحش رفت سر کار و عصرش دیگه بر نگشت. مرد گنده گم شد که شد. خانم مدیر، تامینات، نظمیه، همه دنبال حاج اسماعیل گشتن. خودم ربابه رو بغل می‌کردم، از این اداره به اون اداره می‌رفتم، انگار نه انگار که حاج اسماعیل بوده. سر به نیست شد، ربابه رو می‌خوابوندم، خودم تنهایی می‌شستم به تریاک کشیدم. گربه خانم مدیر رو تریاکی کرده بودم، همچی که بوی تریاک بلند می‌شد می‌اومد کنارم می‌شست و چشاشو می‌بست و خرناسه می‌کشید. بهش فوت میکردم کش و قوس میرفت. گربه به مرگ طبیعی مرد. بعد عنکبود رو دودی کردم، گوشه اتاق تار تنیده بود، بوی تریاد که بلند شد میامد پایین و از کنار منقل تکون نمیخورد. انبار افتاد روش، عنکبود هم مرد. خانم مدیر تقاضا نوشت منو به جای حاج اسماعیل تو مدرسه خودش فراش کرد و تا وقتی که مرد تو خونه خودش نگه هم داشت. خدا بیا مرزتش. می گفت کار 2 برابر شده، اما چه بهتر. این عمر دراز بدون دوست رو فقط با کار زیاد میتونی تحمل کنی. از تریاک کشیدنم دلخور بود، اونقدر گفت و گفت تا تریاک از چشمم افتاد. به علاوه بس که کار داشتم فرصت تریاک کشیدن نداشتم. تو خونه کارای خانم مدیر رو میکردم و تو مدرسه نظافت میکردم، مبالا رو میشستم، کارنامه دخترها رو در خونشون میبردم، انعام میگرفتم. عیدها تو گلدان سفالی گل لادن میکاشتم، کوزه گندم سبز میکردم، عدس میکاشتم و میبردم تو اتاق خانم مدیر میذاشتم یا در خانه خانم معلما میبردم. از 10 تومن تا 2 تومن انعام می گرفتم. همه این کارا رو می کردم که آب توی دل ربابه تکان نخوره. مثل دخترای اعیان اشراف لباس می پوشندمش تا دیپلمشو گرفت. اگه خانم مدیر نبرده بود که شوهرش نمی دادم.
خانم مدیر مرد و من آواره شدم. با 18 سال خدمت بازنشستم کردن، گفتن سنت رسیده. از خانه خانم مدیر بیرونم انداختن، مجبور شدم دختره رو آتیش بزنم بدم به این لا مروت لاکردار. تو محضر آقای لاچینی کار میکنه و خدا رو بنده نیست. چی کار کنم؟ دختره برو روی داشت و مثل دختر اعیان اشرافا لباس میپوشید. هر هفته هم سلمونی میرفت با حقوق بازنشستگی و تو اتاق اجارهی که نمیشد این غلطهای زیادی رو کرد. دانشگاهم که قبول نشد. دکتر بیمه گفت به هر که دلت میخواست بولم بولم فوش بده تا دلت خونک بشه. من هم ورد زبونم فوش. خدا خودش میدونه من عشقی بودم. از جوی آب و دار و درخت و ماه تو آسمون خوشم میامد. کسی نماز و روزه و دعا و ثنا یادم نداده. کربلا که بودم پشت سر حاج اسماعیل نماز میخوندم، او بلند بلند میخوند و من هم تو دلم میگفتم. تهرون که اومدیم یادم رفت، عوضش بلد شدم فوش بدم. به تمام نامردا و ناکسای روزگار فوش میدم، به تمام مردایی که بعد نامرد شدن و کسایی که بعد ناکس شدن نفرین میکنم. خیلی ها کس موندن، سر حرف خودشون ایستادند و مردن. خیلی ها گم و گور شدن. خدا رفتگان همه رو بیامرزه. خانم مدیر میگفت بدبختی ما همینه که مردا رو نامرد میکنیم. میگفت خون ما رو از توی رگهای لوله‌ای میمکن و بی خون و نامردمون میکنن. آقا رضا رو آوردن تو مجلس، گوش تا گوش اعیان و ارکان و اشراف نشسته بودن. هی میگفتن آقا رضا سلام کن. میپرسید به کی سلام بکنم؟ پاشم برم شیر بخرم، شیر برنج درست بکنم. نه فرینی درست میکنم. اما با این یخبندان چطوری برم؟ پوتین آمریکایی بلا که تازه خریدم از پام گشاده، دندونم میزنه، گردن و گوش راستم جیغ میکشه، سر زانوی راستم درد میکنه. دیشب تا حالا از یاد حاج اسماعیل غافل نشدم. سرم ورور صدا میکنه. اما باید برم. اگه تو این اتاق تنها بشینم و با خودم حرف بزنم به سرم میزنه. باز تو دلم شروع کردن به چنگ زدن. دور پام کاغذ روزنامه میپیچم، اون جوراب پشمی که خودم بافتم روی کاغذا پا میکنم. پوتین اندازم میشه. چقدر بافتنی در این دور زمونه به دردم خورد. چه خوب آدمو از فکر و خیال منفک میکنه. تا حالا 10 پیرن پشمی بچگانه برای منصور و مسعود بافتم. چه نقشای قشنگی انداختم. اما قدغن کرده که دیگه از من تعارف قبول بکنن. حالا هی میبافم و هی میشکافم. نه کسی دارم براش ببافم، نه پولم زیادی کرده. همه چیزم که گران شده، سر به جهنم گذاشته. فقط جون آدمی زاد کرد. همون روز اول گفتم که تو تمام دار دنیا همین یه دونه بچه رو دارم. خدا رو خوش نمیاد که من از بچم دور بکنم. اما اون یاردان قلی از اول سر جنگ داشت، وگرنه چرا رفت باغ سبا خونه گرفت؟ که از من دور باشن. بعد هم در اومدیم یک کلام حرف حق زدیم، دستم رو گرفته از خونه بچم بیرونم انداخت. میدونم چی کار بکنم. میرم از خانم پنیرپور نماز رسوایی یاد میگیرم، شلوارم رو میکنم سرم، روی پشت بام مسترا به قصد دوماد آتش به جون گرفتم، نماز رسوایی میخونم. نفرینش میکنم. خانم پنیرپور همه جور نماز بلده. مگه اون روز خودش روی پشت بام نگفت نماز رسوایی بخون؟ پنجشنبه شبها روزه آقا راشد رو میگیرند و صدای رادیوشون رو بلند میکنن تا در و همسایه هم بشنون. دلم میخواد آواز قمرالملوک وزیری رو بشنون. مثل بلبل چهچه میزد. خانم مدیر چند تا صفحه قمرالملوک داشت. نفهمیدم نصیب کی شد. تابستونها خدا بیامرزدش میرفت اوین درکه. مدرسه هم که تعطیل بود و حیات رو آب‌پاشی مفصل میکردیم و گلهای اطلسی رو که خودمون کاشته بودیم آب میدادیم. زیر داربستمو مینشستیم،
گرامافون رو کوک میکردیم و صفحه قمران ملوک میذاشتیم، صفحه زلی، اقبال سلطان. شربت بهلیمو درست میکردم میدادم دست حاج اسماعیل، میگفتم نوش جان، گوارای وجودت، میگفت اول تو بخور. اگه ربابه یه تو که پامی اومد و منصور و مسعود و هم میورد، چقدر دلم باز میشد. به مسعود گفتم مسعود موش بخورده، گفت خودت رو موش بخوره. بهش التماس کردم یه بوس به جدت بده، صورتشو گرفت جلوی لبام. نماز رسوایی رو باید پشت بام مسترا بخوانند، باید آفتاب زده باشه، بعدش هم باید یزید و معاویه رو لعنت بکنن. اینها رو خانم پنیرپور گفت. پیش از زمستان اومده بود روی پشت بام نشسته بود، سبزی پاک میکرد، آفتاب میچسبید. من هم رفته بودم رخت پهن کنم، بس که دلم تنگ بود رفتم سلامش کردم. اون روز اختلاط کردیم، گل گفتیم، گل شنیدیم. براش گفتم که خوش دنیا رو گذروندم و همه فندی زدم، بعد از دومادم گفتم و خونی که به دلم کرده. گفت نماز رسوایی بخون تا خدا رسواش بکنه. بعد از اون روز نفهمیدم چرا با من سرسنگین شد. اگه همدیگر رو میدیدیم جوری تا میکرد که انگار به عمرش منه ندیده. منم دیگه سلامش نکردم. با وجود این میرم ازش نماز رسوایی یاد میگیرم. کاش آفتاب بود و پشت بام مسترا اونقدر برف ننشسته بود. خدا لاف پارشو تکون داده، همه جا پنبه لحاف بزرگشو ریخته و باز داره میریزه. استغفرالله، نه خیر، کلم خرابه، آدم نمیشم. زن بس که کف گفتی این همه بلا سرت اومده. یک کلام در اومدین گفتی، سر عمر تو رو میگوین مرد، خودتو برادرهای نرقولت بچم رو کشتید. زن آبستن پا به ما با یک دست قابلمه بچه رو گرفته، با دست دیگش دست مسعود تخم سگ رو گرفته، لباس همتون رو میشوره، اتو میزنه، نهار میپزه، شام میپزه، مادرت همش تسبیح میندازه و فرمون میده. برادرات انگار کلفت گیر آوردن. خودت از محضر که میای خبر مرگت اوراقی. بچم آب گرم میاره، پاتو میشوره، روی میخچات سنگ پا میماله. خودم با دو تا چشم کور شدم دیدم. خانهشون که میرفتم با یک من میرفتم، صد من برمیگشتم. اونقدر بد اخمی میکرد، مادرش اونقدر سرکوف به من و بچم میزد و برادراش اینقدر هرکر میکردن که از جان خودم سیر میشدم. خیلی کم اونجا میرفتم. یه روز عصر رفتم دم کودکستان مسعود بچم رو ببینم. دیدم ربابه یه دستش قابلمه بچه، سبد خریدشه، با دست دیگه دست مسعود رو گرفته. زن پا به ماه روی برفا هی میلغزید و هی میومد. مسعودم نق میزد که بغلم کن، مامان بغلم کن. بچه رو بغل کردم و با دخترم رفتم به خونه یکبریشون. زیر کرسی تمرکیده بود، تخمه میشکست. مادرش هم گوشه اتاق داشت نماز کمرش میزد. برادراش هنوز نیومده بودن. گفتم تو واقعا مردی، نمیتونی خبر مرگت بری بچه تو از کودکستان بیاری؟ پاشنه دهنم رو کشیدم، هرچی از دهنم در اومد گفتم. از تعجب خشکش زده بود. زیر کرسی پاشد و دستم رو گرفت و کشان کشان از اتاق بیرونم آورد و از در خونه انداختم بیرون و به هم گفت قول بیابونی، زنی که پتیاره، دمام ایجادو، چه حرفها که نزد. و تازه دست به زنم داره، دخترم کتک میزنه. از در همسایه ها شنیدم گفته مگه ننت با نون کلفتی فراشی مدرسه بزرگت نکرده؟ حتی شنیدم دخترم منصور رو بدون قابله زاییده. حالا باید 20 ماهش شده باشه، لابد حرف هم میزنه. شنیدم مادرش گفته شکم دوم قابله میخواد چه کنه و خودش بچه رو گرفته. همسایه هم کمک کردن. اینا رو که شنیدم نتونستم تحمل بکنم، پاشودم یه من نارنگی خریدم و رفتم دیدن دخترم. رنگش زرد مثل زردچوبه، چه رنگی، چه حالی. نا نداشت تو رخت خواب بشینه و التماسم کرد که مادر جون نمون، پاشو برو نارنگیارم بردار و ببر.
اگه بفهمن تو اومدی میگیره میزندم، حالا کو تا از رخت خواب در بیام. یه عالمه رخت چرک جمع شده، کفری شدم گفتم ربابه مادرت پیش مرگت بشه، این که نشد زندگی مردگیه. منو پدر خدا بیامرزت کیف دنیا رو کردین، تو چرا باید بسوزی و بسازی؟ مگه عمر رو چند بار با آدمی زاد میدن؟ پدرت تو رو قنداق میکرد، لالایی میگفت، میشستت، گردشت میبرد. گفت مادر دوتا بچه دارم، نمیتونم طلاق بگیرم، به علاوه با من که بد تا نمی کنن. گفتم برای کلفتی نازم نکرده بود این همه درس بخونی؟ ای ربابه بچه گول میزنی، دیگه میخواستی چه بلایی به سرت بیارن؟ در مدرسه مسعودم که قدغن کرده که نرم، میرم قصابی، بقالی، لبنیاتی نزدیک خونشون، بلکه یکی از همسایه های بچه‌مو ببینم. اونا لابد بچه‌مو میبینند و یا صدای اون سگ هرزه مرض رو میشنوند. شنیدم ربابه اینکی شده، بس که بچه‌م درس خوند. ای دل غافل، لابد تو سر بچه‌م زده که بچه‌م اینکی شده. چه چیزایی که نمیشنوم، میشنوم بچه‌م رو زده سر شکسته، میشنوم مسعود رو زده از گوش بچه خون اومده، میشنوم نفرین هایی به دامادم میکنن که اگه یکیش بگیره برای 70 پشتش بسه. اما چه کنم که همیشه ظالم سالمه. ای ربابه، من و بابات هرچی کیف تو این دنیا بود کردیم، از تام هیچ چیز دریغ نکردم. گفتم تو خونه منی، زحمت نکشی. وقتی رفتی خونه شوهرت زحمت میکشی، اما دیگه نمیدونستم به این اندازه خواهرهای بیچشم روش ناخوش که میشن میان منزل مادر جون اتراق میکنن. ای مادر جون و کوفت کاری، ای مادر جون و زغنبود، کی ازتون پرستاری میکنه؟ ربابه ربابه، بودو آب میوه بیار، بودو شوربای جوجه بپز، بودو برو شیر بخر، گرم کن بده زهرمار بکنن. خانم مدیر خدا بیامرز میگفت نمیذاری آب تو دل بچه تکون بخوره، میذاری به درس و مشقش برسه، سعی داری ربابه رو از طبقه خودش در بیاری و دیگه نمیدونی که زن معنا از طبقه زحمت کشه. نور به قبرت بباره زن، عجب دانا بودی. پاشم برم شیر بخرم، شیر برنج درست کنم. نه فرینی میپزم، این دندون بدمصب بد جوری میزنه. دکتر بیمه گفت هر وقت از تنهایی به سرت زد بزن برو بیرون.